شرایس واچ ادامه بازداشت شیخ ابراهیم زگزاکی را محکوم کرد. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شرایس واچ در بیانیه ای با اشاره به رأی دادگاه عالی فدرال نیجریه مبنی بر مبرا بودن شیخ زگزاکی از اتهاماتی که به وی نسبت داده شده خواستار آزادی فوری او شد. این در حالی است که حکومت نیجریه با نادیده گرفتن حکم دادگاه همچنان این روحانی شیعه را در بازداشت نگه داشته است. در بیانیه شیعه رایس که نسخه از آن برای شیعه ویوز ارسال شده آمده است در سال 2015 میلادی نیروهای ارتش نیجریه در اقدامی میز شیعانی که برای ایام ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی آماده می شدند را به گلوله بستند که در پی آن دهها تن از شیعیان نیجریه که اکثر آنان را زنان، کودکان و جوانان تشکیل میدادند به شهادت رسیدند و شیخ زگزاکی و خانواده اش نیز مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند و با وجود سلامات فراوان بازداشت و به زندان منتقل شدند این بیانیه افزود بعد از این حادثه هولناک عده از زنان شیعه نیجریایی دست به تظاهراتی مسالمت ها می زدند که نیروهای ارتش با مداخله و خشونت و سرکوب بانوان شیعه را به مکانی نامعلوم منتقل کردند که بعدها معلوم شد همه آنها توسط نیروهای نیجریایی به شهادت رسیدند این سازمان بین المللی حقوق بشری که مسائل حقوقی شیعیان را در سطح جهانی رسد می کند ادامه داد شیخ ابراهیم زکزاکی نیز طی بازوی های صورت گرفته از سوی حکومت کشور نیجریه مورد شکنجه های گوناگون قرار گرفت که منجر به نابینایی یکی از چشمان وی شد. شرایس در ادامه اظهار داشت اعمال صورت گرفته و تبعیضهای مستمر در حق شیخ زگزاکی و شیعیان بیدفاع نیجریه دلیلی واضح بر بیعدالتی و رعایت نکردن حقوق بشر از سوی دولت مردان نیجریه می باشد و بدیهی است جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری در سرتاسر سر جهان وظیفه دارند تا به داد این مظلومان برسند سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعان در پایان بیانیه خود از دولت نیجریه خواست تا هرچه زودتر شیخ ابراهیم زکزاکی را از زندان آزاد کند و به ظلم های رواداشته در حق مردم بیدفاع نیجریه پایان دهد.